موضوع رو بیشتر به بحث می‌ذاریم با فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی 32 سال زندگی مخفیانه در بالاترین سطوح امنیتی عاقبت به اینجا ختم شد. چه شد که این اتفاق افتاد؟ مشخصا این عملیات رو چطور می‌بینید؟ خب این نشون دهنده تفوق اطلاعاتی اسرائیل در درجه اول بر حزب الله هست. این تغییری که ما نسبت به جنگ 2006 می‌بینیم و خیلی محسوس هست اینه که چقدر مؤثر هست این تفوق اطلاعاتی و تا چه حد اسرائیل نفوذ کرده به عمق سیستم فرماندهی و کنترل و عملیات حزب الله که میتونه از کوچکترین تحرکات اونها و مهمترین تحرکات اونها که جابجایی رهبر این گروه هستش فرماندهان عالی رتبه اطلاع داشته باشه و اونا رو بتونه با سلاح‌های مؤثر نابود بکنه. در سال 2006 هم دقیقا همین اتفاق افتاد. اسرائیل متوجه شده بود که فرماندهان حزب الله در یک پناهگاه بسیار مستحکم در زاویه جلسه دارن، اونجا رو بمباران کرد، ولی بمبایی که استفاده شد با وجود اینکه بمبای سنگرشکن بودن نتونستن که به اون پناهگاه نفوذ بکنن. نصرالله جان سالم به در برد، هرچند که تا یه چند روزی یه مقدار گیج بود. در این مورد اسرائیل درسای خودش رو آموخته، زمان کافی داشته از نظر سلاحایی که چه ایالات متحده توسعه داده ساخته در اختیار اسرائیل قرار داده و سلاحایی که خود اسرائیل طراحی و ساخته دقیقاً برای انواع پناهگاه‌هایی که حزب الله استفاده می‌کنه، که البته قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه حرا و دیگر قرارگاه‌های سپاه براشون ساختن، بتونه نفوذ بکنه دقیقاً و هر چی در اون هست رو به طور کامل نابود بکنه. این تفوق اطلاعاتی و تکنولوژیکی اسرائیل هستش و حزب الله داره متوجه شده که نه فقط حالا در این مورد در زاهیه و هر گونه استحکامات و تأسیسات زیرزمینی که در طی این سالها میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار براشون هزینه شده در جنوب لبنان در نزدیک مرز داره و اینا خیلی راحت از بین رفتن و همینطور هم هرچی که باقی مونده از بین خواهد رفت. یعنی به طور کامل اون اعتماد به نفس حزب الله ضربه خورده، ضربه خیلی کاری خورده که از حملات پیجری شروع شده و البته از برگردیم عقب‌تر از 8 اکتبر و در حملات پیجری به اوج خودش رسید و در کشتار فرماندهان حزب الله به اوج خودش رسید. حزب الله الان نمیتونه تصمیمات مهم بگیره. اگه مقایسه بکنید تعداد راکت‌هایی که شلیک کرده در 7 اکتبر به این ور به صورت متوسط خیلی ناچیز هست تعداد راکت‌هایی که ندیم اتفاقا در همین رابطه میخوام ازتون بپرسم، چون دیگه الان کسی تردید نداره که جنگ تمام عیار تقریبا بین دو طرف آغاز شده، اما پای چه نیروهای دیگه ممکنه وسط بیاد؟ ایالات متحده همین دقایق پیش حمایت تمام عیارش رو نشون داده از اسرائیل. فکر می‌کنین جمهوری اسلامی واکنش نظامی بخواد نشون بده یا احیانا پای آمریکا هم باز بشه به منطقه بیش از این؟ فعلا من احتمال دخالت نظامی کشورهای دیگر رو در این جنگ نمی‌بینم، به خاطر اینکه اسرائیل کاملا اطمینان داره که میتونه به اهداف خودش برسه، که ضعیف کردن حزب الله تا حدی هستش که بتونه مجبور بکنه که یا به توافق برسن یا اینکه بتونه عقب نشینی بکنه تا رودخانه لیتانی. البته این بحث وجود داره که آیا یک حمله زمینی باید انجام بگیره، ولی این نکته رو داشتم میگفتم. حزب الله همیشه این احساس خطر میشد که بیش از 115,000 راکت داره و این راکت ها رو ممکنه روزانه هزاران راکت به اسرائیل شلیک بکنه. در روز 7 اکتبر حماس 3,000 راکت فقط به سمت اسرائیل شلیک کرد، در مقایسه در زمان جنگ 2006 3,970 راکت حزب الله به داخل اسرائیل در طی 32 روز شلیک کرد که به طور متوسط 117 راکت هستش. ولی به هیچ وجه حزب الله در این ماه‌ها و هفته‌های اخیر این توانایی رو نتونست از خودش نشون بده که با تعداد زیادی راکت بتونه واقعا اسرائیل رو فلج بکنه، و این به خاطر اون ضربات بسیار موثری هستش که اسرائیل به زیرساختارهای فرماندهی و کنترل و عملیاتی حزب الله زده، به نیروی رزوان زده، که نیروی رزوانی که به طور مشخص برای ریخت داخل اسرائیل و ایجاد هرج و مرج در شمار اسرائیل آموزش دیده بود، و حالا حزب الله میبینه که تمام برگای برندش کم کم داره از دستش خارج میشه. از این نظر احتمال این که آمریکا بخواد درگیر بشه خیلی کمه. از طرف دیگه هم ایران با توجه به
می‌بینه که نیروهای نیابتی خودش چطور دارن یکی یکی از دست خارج میشن. تنها آپشنی که براش میمونه اینه که خودش به طور مستقیم وارد جنگ با اسرائیل بشه با شلیک موشک، که من فکر نمی‌کنم چیزی باشه که حکومت اسلامی الان بخواد واردش بشه. فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد امور امنیتی و دفاعی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی.